عربستان سعودی یکی از کشورهایی که در دنیا نظیر نداره در نقض حقوق بشر خب تقریبا حقوق بشر اونجا معنی نداره اخیرا این محمد بن سلمان یه سری اصلاحاتی رو مثلا شروع کرده مثلا اصلاحاتشون در این حدی حد که حالا بخش به کشورهای دیگه هم رب دارین که مثلا ما تو حج هم حالا از این به بعد بدون محرم هم کسی رو راه میدیم الان مثلا مسببه بیمودم امروزشون ابلاغ شده ببین یعنی تا این حد این عقب ماندن حالا حالا باید اصلاحات انجام بدن حالا شما بخواید ریبرند کنید بخواید یک کشوری دوباره سر زبون ها بنزید. با 500 میلیون یورو که کلی حالا تبلیغات و نمیدونم چه و چه و نمیدونم فروش پیرهنش و نمیدونم چه این چیزا این بازگشت سرمایه هم داره اما برای یک کشور چند میلیون یورو دلار چقدر کمتر تا حتی مثلا بعضا میلیارد باید هزینه بکنید که شما یک کشوری توی زبونها بیفته اسمش سر زبونها بیفته نگاه بهش آرام آرام مثبت بشه در واقع چه؟, چه کاری از این بهتر خب شما یکی از محبوب بعد تو دیپلماسی عمومی یعنی همین اینها برای ریبرند کردن این اینا فکر نکنید مثلا من و شما میفهمیم که مثلا این عدد خیلی عدد بزرگیه و این خیلی هم مغرورانه رونالدو اونجا رفت اگه دقت بفهمید نوع حرف زدنش و نوع دیسیپلینی که داشت و اون بادی لنگویجش اینا برای ریبرند کردن اینا ما عرصه که هرگز از این ما استفاده نکردیم ببینید اون کسی که واقعا بابت عدالت خواهی در دنیا داره هزینه میده ایرانه تنها کسی که جلوی اسرائیل ایستاده ایرانه جلوی صهیونیست‌ها و ایستاده ایرانه و کریستیانو رونالدو زده ضد است. بارها شما دیدید که میره با فلسطینیا عکس میندازه پرچم فلسطینو بارها ازش خواستن به اسرائیل دعوتش کنن مسی رو مجاب کردن رفتن جلوی دیوار ندبه قرار گرفت کیپا گذاشت رو سرش اما کریستیانو رو نتونستن مجاب کنه اینجا بود ایران وارد میشد کشوری مثل ایران بعد وارد میشد منتها تو این عرصه تو اصل رسانی واقعا ضعیفیم خب یه فکری من که شما ها یه کاری کنید من که مردم یه کاری بکنن یا شما فرض بفرمایید که ببین یعنی این آدم رو روحیه آزادی خواهی داره خب توی مسیر درست وقتی قرار ندی خب میره فردا عربستان سعودی یا چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه امارات رفت دقیقا در برهی در برهی که یمنی ها در آستانه حمله به امارات بودن خب اون موقع دیگه حمله به امارات موضوعیت نداره حمله به یکی از محبوب ترین دنیاست ببین اینا حتی امنیت نظامی برای خودشون میارن امروز اگر شما مثلا به عربستان حمله نظامی هم بکنیم یه کدوم کشور زد میام کشوری که کریستیانو رفته اونجا خب کی این کارو انجام داده کی جان کریستیانو رو به خطر انداخته ببینید و اینجا شاید یه کشور بیاد 500 میلیون یورویی هم خرج بکنه اون, اون کشور هم میشه باشگاه دارین کار رو انجام هرچند میدونیم پولای نفتی پشتشه اما حتما این اثرات فرهنگی داره اثرات سیاسی داره اثرات امنیتی داره اثرات اقتصادی داره خیلی از کشورها عربستان کجاست که دو رفته حالا فردا که رسونالدو میخواد هی hey, استوری بذاره هی hey, میخواد اکس بگیره با خانوادهش میخواد بره بچرخه لب دریا این ور اون ور بالا پایین هر جا خب این پاساژ اون پاساژ چیکار میکنه عملا شد به مبلغ یعنی یکی از محبوب ترین دنیا با صفحه چند ده میلیونی خب مخاطب تبدیل شد به بلندگوی رسانه‌ای سعودی ها. بعد حالا بشینید عربا رو مسخره بکنید اینجا که نمیشه که آی ما آوریاییم عربا الان بلن عزیزم بیا در عمل نشون بده شما چند چندید ببین از همین فرصت ها چطور میشه استفاده کرد آدمی که از نظر فکری با شماست ضد صهیونیسته بارها گفته و حتی برخی از تحلیلگران میگفتن گفتن اصلا می فشار صهیونیستا بود تو جامعه جهانی توی خدمت شما تو بازی کنار گذاشته شد که نیاد و او اول نشه خب جای مسی رو در واقع نگیره وقتی همچین تحلیل های مطرح خب ببینید این از دشمن خودشون از تهدید فرصت ساختن ما خب ما چیکار میکنیم تا هم فرصت هم تبدیل به تهدید میکنیم شما فکر کنید یک نفر کریس رونالدو رو با این مسئله آشنا بکنه بیشتر بهش مثلا بینار انتقال بده خب روشی که شما میتونید با ارتباط بگیری اقتصادیه روش تبلیغات اون بابت تبلیغات توی پیج از پیج اینستاگرامش بیشتر تا پول در تبلیغاتش بیشتر پول تو فوتبالش خب شما چی کار بکنید آیا شما سفارش تبلیغات دادید و او در مورد یه همچین اتفاقات خاصی چه از غذا میلم داره ببینید یه موقع مثلا من خودم تبلیغات رو انجام بدم بیان به من بگن که آقا بیاد مثلا در مورد چه میدونم یه ماشین مثلا یه تبلیغ کن یا من چرا باید این ماشین تبلیغ کنم یه موقع میگن آقا تو بیا در کتاب تبلیغات کن میگم این به روی به روی من میخوره به خوی من میخوره ولو این مثلا قیمت خیلی پایین باشه آدم ممکن اینو قبول بکنه یه کسی مثلا مثل من شاید اینطور نگاه داشته باشه یه نفر دیگه نه ماشین باز میره سراغ ماشین و اینجا دقت نمیشه نکته از این فرصت فراهمتر ما وارد متعدد در دنیا اینطور بوده که این دلبسته در واقع آرمان ما بودن استفاده نشده خب یه نمونه دیگه هم بخوام مثال بزنم ولی یه روزی توی فرصت دیگه حتما براتون صحبت میکنم توپاک شکوره بابا این دیگه یکی بزرگان رپ جهان این آدم ضد صهیونیست شعار این آدم کیلومیناتی بود یعنی کیل ایلومیناتی یعنی بکش صهیونیسم را بکش فراماسونری را بکش ایلومیناتی را خب چی شد یک بنده خدایی از ایران با خانوادهشون ارتباط گرفته بود ما رو دوستش هم سفر کنن ایران خب بیان ببینن چقدر تبلیغ اون مردم فکر تو دنیا هر روز تو ایران ب... از از توریستا بپرسید خواهش میکنم فکر میکنم مثلا ما با گاری این ور اون تو ایران مثلا تعجب میکنن توریستا وقتی وارد ایران میشه. یه این هوشمندی باید باشه دیپلماسی عمومی باشه آقا شما مثلا سلبریتیای های دنیا رو بیاد تو ایران بچرخون برو نگاه کن تو هر جا شما بشین پشت رول هر جا دل بخواد ما میبریم چند وقت پیش یکی از دوستان ما میزبان یک جمعی از نظامی های یک از کشورها بودن حالا اسمش رو نمی‌تونم بگم اون کی. بعد اینا اون جلسه‌ای که داشتن یه بخشش تهران یه بخشش مشهد برگزار شده بود توی مشهد اون ژنرال نظامی برگشته بود گفته بود که فکر ما نمیدونیم شما دارید عمدن ما راست های قشنگتون میبرید بعد اون همونجا برگشته بود یه هماهنگی کرده بود با اون تیم حفاظتی گفته بود آقا شما هر طرف دلت خواست بگو بیم چپ بچیم راست هر جو دلت میخواد شما شما بگو ما بریم بعد و جالب اون جنرال این کار زارا انجام داده بود و تعجب کرد گفت اصلا من فکر کردم مثلا ایران یک کشور جنگ زده خرابه این امنیت ساعت مثلا 11 شب یه خانم تو یه خیابون داره راه میره کسی باش کاری نداره خب بعد فیلم کردن حتما مثلا بعد چه می‌دونم یه دگه گوشه کنار خیابون کرده باشن یه دنه می‌دونم چی ببین من نمیگم مشکلات نداریم ها که میدونیم اما ایران حقیقتا به این سیاهی که اینها دارن انتقال میدن ما از شا... سلبریتی هم شانس نمی‌بردیم بخوام بگم سلبریتی طرف اصل بتون کاملا اون طرفی هن. یعنی به نفع اونا دارن کار میکنن ببین این فرصت های از این دست فراوانه حالا نمیگم بیاد بیاد مثلا که سناده بعدی بیاره ارسوت نوشر بازی کنن و مثلا چه استقلال بازی کنه پرسپولیس بازی کنه تراکتور نه اما میتونید این کارو کنید مثلا امسال اینها سفر بکنن به ایران آقا بیا یه هفته بیاد, بیاد, بیاد به ایران به به چه کشوری به ریگزارهای عربستان سفر کنه یا به کشوری که در داشته های فرهنگی در داشته های طبیعی تاریخی تمدنی تو چهار تای اول دنیاست در کشوری که هم میشه در جنوبش اسکی روی آب رفت در شمالش اسکی روی برف رفت در کوهای آذربایجان خب این تو یک کشور داره اتفاق میفته کشوری که شاید هر کسی بخواد تخت شده از نزدیک ببینه این هم من کجا ایرانو بگم یعنی واقعا الان زبانم قاصره میخوام مثال بزنم ح... چون خودم چهار پنج دور کل ایران چرخیدم یوی ای هزاران مثال می جلوی ذهنم خب ما بناهایی داره ما زیگورات و چاقو زنبیل میدون 5000 ساله یا این 3000 سال قبل میلاد بوده میگم 3500 سال قبل میلاد خب این عدد دار کوچیکی نیست یعنی داشتهش رو هم داریم امارات شما ازش برجاشو بگیری چی داره یعنی آنچه که ساخته است ازش بگیری چی داره هیچ عربستان همینه شاید یه معدود یک جاهایی چیزی مونده باشه اونو از نداشته فرصت میسازن ما چیکار کردیم اینا نکاتی که باید بدونیم باید مطالبه کنیم باید بشناسیم و با خودمون اقدام بکنیم هر کس به اندازه خودش آقا فلان گرد، اصلا الان یه چیزی مد شده باب شده توی شبکه های اجتماعی هم شناسایی میکنن خدمت شما از طرف دعوت میکنه به کشورش و یه بارم این در واقع میره اون طرف این افراد باید شناسایی بشن بریم نظر بذاریم، بگیم آقا بیاید ایرانو ببینید ای بیاید نظر شما هستم میگیم ما دروغ میگیم شما ما داریم چیز خوبه کشورم فقط انتقال میدیم بیاید بگم ایرانی ریلتی ایران رو در واقعیت بیاید ببینید هر چی بله معتادای هرندی رام ببینید کنار خیابون خب جنوب شهرمون هم ببینید نمیدونم شهرای روستا های مثلا ظعیفمون هم کپرنشینی هم اگه داریم ببینیم اما خب پیشرفتمون هم ببینید زیبایی ها رو هم ببینید واقعیت ها رو هم ببینید خانم توریستی بود سفر کرد به ایران موهاشو پسرونه کوتاه کرد بعد برگشت میگفت من موهام تا کمرم بوده <تصفح> به خاطر سفر به ایران کوتاه کردم اینجوری گفتم چرا گفت من فهم کردم اگه موهام بلند باشه دیده بشه اعدام شه. وارد فرودگاه شدم دیدم تنها کسی که حجاب داره منم <تصفح> خب همون موهای کوتاه میگفت میترسم یه وقت نکنه از زیر شال و روسری از پشت بزنه بیرون منو اعدام کنه پسرونه کوتاه کردم کم کنم راحت بشه بعد اومدم دیدم بابا همه راحتن کسی به کسی کس کس کاری نداره اینجا مثلا همین واحد گردشگری ما گزارش آورده بودن برای من ما نزدیک 7 میلیون توریست داریم در سال که نزدیک 4 میلیون اینا عراقی بخش قابل توجه اینا بر درمان میان یعنی میان اینجا چه میدونم عمل جراحی انجام میدن مو میکارن خدمت شما بینیشون عمل میکنن عملای زیبایی و الان جوری شده که از برخی از کشورهای اروپایی برای جرای زیبایی اینها میان و جالب او برای جرای زیبایی میاد خوش سواله چرا تو ایران اینقدر ارزونه وقتی این کشورمون رو میبینه میاد عجب سالها بهش دروغ گفته شده بوده و جالب نکته دیگه هم باز ارزو کنم خدمتون انا ارزان مقصد سفر برای توریستا در دنیا ایرانه با توجه به این تفاوت ارزش پول ملی ما با ارزهای دیگه جهانی و امکاناتی که داریم یعنی و فقط همین کافیه به اون کشور رو گفته بشه به اون فرد خارجی گفته بشه که آقا شما با یه هزینه خیلی کم میتونی بیاید یه کشوری رو ببینید اونم چیه یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان رو بیاید ببینید خب با کلی دارایی های فرهنگی هنری اجتماعی و این امروز یه فرصته ببینید این اتفاقات اخیر واقعا چهره ایران رو مخدوش کرد خب و ما باید چی کار بکنیم بشیم نگاه بکنیم مثلا یکی از دلایلی که ایرانی خارج از کشور انقدر عصبی بودن برای اینکه به واسطه همین رسانه ها دنبال میکردن و فکر میکردم واقعا چه اتفاق ما که تو ایران بودیم میدونستیم بالاخره اتفاقاتی افتاد اما نه به این پررنگی که اون طرف گفته شد خب یه واقعیت دیگه همه میگفتن روزی 20 با جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعی سقوط کرد خب. خب. خبری نبود خب این باید توسط ما منتظر نباشید یه دولتی یه حکومتی به دمچین کاری انجام بده من زبونم مودر آورده انقدر به برخی از مسئولین رو تذکر دادم و گفتم و مستاقا خدا گوار گفتم دقیقا این کار رو انجام بدید خب مثلا در مورد هست دیگه نمونهاش حتی بچه های خودمون هستن شاهدن که من در... یا عزیزانی که من تو جلسات بشم مثلا در مورد خود همین آقای کریس چقدر من آفر و پیشنهاد بشم میدم که ازش بخواید این کار بکنه بهش سفارش تبلیغات بدید با این موضوع خب منتها ضرورتش متوجه نیستن دیگه یه درگیری هایی دارن که متوجه نمیشن حالا حداقل ما که میتونیم این کار رو انجام بدیم به نظرم برگردن ماست یعنی بر ذمه ماست ما هر،, هر کدوم به نوبه خودمون باید این دین خودمون به کشورمون ادا کنیم